سلام دوستان عزیز، امروز هم باز با هم دیگه جمع شدیم تا خداوند رو بپرستیم. به خداوند بگیم تو خداوند خوبی هستی، تو بهترینی، تو عالی ترین هستی. حضورت تراوت بهار شادی رو به همراهش میاره. کلامت کلام پاک عشق، تو قلبم حقیقت رو نوشته. بگذار که حقیقت رو بدونم، همیشه کنار تو بمونم. تو خوبی، تو بهترینی، تو عالی، تو برترینی. حضور تراوت بهار شادی رو به همراهش میاره. نگاهت نگاه مهر و عشق، تو قلبم محبت رو نوشته. قلبم را به رویت میگشایم، به عشقت همیشه آشنایم. تو خوبی، تو بهترینی، تو عالی، تو برترینی. حضورت تراوت بهار شادی رو به همراهش میاره. حضور عیسی مسیح نور و صفا میاره. اینطور هست؟ بگیم آمین. شکر. خالق آسمان، زمین و این جهان، آشکار شد جلالت در خلقت انسان. ستایم تو را شاه شاهان عیسی، مهرت خوانم زیباترین سرودم، زانو زنم سر فرود آورم. Thank you.
سر فرود آورم، زانو زنم سر فرود آورم. امروز به خداوند بگیم که خداوند تو سلطان منی. در این سرود زیبا و جدید برادر ما هم با ستارشون ما رو همراهی خواهند کرد. سلطان منی، سلطان منی، هم جان منی، ایمان منی، عاشق به تو هم، تو راه منی، در هر دو جهان ملجای منی، تو نور منی، تو شاه منی، در قلب و روحم جانان منی، هم نان منی، هم آب منی، مسکین تو هم مأوای منی. جهان سردار منی، در درد و مرض درمان منی، تو عشق منی، نگار منی، شادی منی، تو یار منی، جزا سامان منی، برهان منی، تو جان منی، ارباب منی، آقای منی، تو راز منی، اسرار منی، تو ساز منی، شب تا مهتاب منی. یک بار دیگه بخونیم، تو راز منی، تو راز منی، اسرار منی، تو ساز منی، آواز منی، تو نور منی، سرور منی، در هر شب تا مهتاب من. در این قسمت عزیزان حاضر میشیم کلام کوتاهی رو از مهمان عزیز ما که از طریق ارتباط مستقیم به ما وصل شدن بشنویم و ادامه خواهیم داد. خدا رو شکر برای همه پرستش ها و سرود هایی که با هم شنیدیم. خدا آدم رو از خاک زمین سرشت و در بینی او روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد. انسان از روح و جان و جسم تشکیل شده. هر کدوم ویژگی های خاص خودشون رو دارن. ولی هر سه
تشنه و گرسنه میشن. انسان تشنه و گرسنه میشه و نیاز داره این تشنگی و گرسنگیشو برطرف کنه. تشنگی جسم خیلی راحته، با یه جرعه آب یا گاهی وقتا کمی بیشتر برطرف میشه، ولی با تشنگی و گرسنگی جان و روح باید چیکار کرد؟ آیا خدا برای اونا هم راهی رو در نظر داره، به فکرش هست؟ آیا شما میدونید تشنگی روح و جان خودتون رو چطور برطرف کنید؟ اگر نه، دنیا و شیطان راه‌های کشنده خودشون رو دارن برای رفع تشنگی روح و جان ما. در کتاب اشعیا میخونیم: ای جمیع تشنگان نزد آبها بیایید، و همه شما که نقره ندارید بیایید و بخرید و بخورید، بیایید شراب و شیر را بی نقره بی قیمت بخرید. چرا نقره را برای آنچه نان نیست و مشقت خیش را برای آنچه سیر نمی کند صرف می کنید؟ گوش داده از من بشنوید و چیزهای نیکو را بخورید تا جان شما از فربهی متلذذ شود. دنیا برای خودش روش‌های خودش رو داره که جان ما رو سیر کنه، ولی خدا بهترین ها رو برای ما همیشه کنار گذاشته. خداوند ما رو دعوت میکنه برای رفع تشنگی جان خودمون به حضورش بریم، نزد آبها بریم و بی قیمت از اونها بنوشیم. داوود پادشاه این مطلب رو به این شکل بیان کرده تو مزمور 42 وقتی که در صحرا بود. میگه: چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. جان من تشنه خداست، تشنه خدای حی، که کی بیایم و به حضور خدا حاضر شم. فقط حضور خدا جان تشنه ما رو سیراب میکنه، فقط وقت گذروندن با اوست، چون در حضور خدا کمال خوشی است و به دست راست او لذت ها تا ابدالآباد. هیچ چیز نمیتونه جای اون وقت تنهایی، اون رازگاه ما رو با خدا بگیره. اونجاست که خدا با حضورش جان تشنه ما رو سیر میکنه، ما رو نوازش میکنه و در حضور او از نور روی او سیر میشیم و میتونیم در حضورش، در کلامش وقت بگذاریم و در دعا زندگیمون عوض بشه، تشنگی جان ما برآورده بشه. همونطور که حضور خدا تشنگی جان ما رو برطرف میکنه، روح القدس تشنگی روح ما رو برطرف میکنه. در روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاده ندا کرده، گفت: هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد. کسی که به من ایمان آورد، چنان که کتاب میگوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. اما این رو گفت درباره روح، که هر که به او ایمان آورد او را خواهد یافت. وقتی که ما به مسیح ایمان آوردیم و تولد تازه پیدا کردیم، از روح خدا پر شدیم. روح ما که مرده بود دوباره زنده شد، به وسیله روح القدس که روح قدوس خداست تقویت شدیم. پر شدن از روح تشنگی روح ما رو برطرف میکنه. عیسی مسیح در ملاقات با زن سامری در کنار چاه آب گفت: هر که از این آب بنوشد باز تشنه گردد، لیکن کسی که از آبی که من به او میدهم بنوشد ابدا تشنه نخواهد شد، بلکه آن آبی که به او میدهم در او چشمه آبی گردد که تا حیات جاودانی میجوشد. خدا رو شکر برای تدارکش. پس من تشویقتون میکنم دوستان عزیز، در حضور خدا وقت بگذرونید، به حضورش برید، ساعت عالی، وقتهای عالی با خداوند داشته باشید تا جان شما سیراب بشه و از روح القدس بخواید شما رو پر بکنه تا روح شما سیراب بشه و زندگیتون رو به او بسپارید، در حضور او در این نهر روان تشنگی خودتون رو برطرف بکنید. آبی روان ساز در بیابان قلبم، نهرت را عیان ساز، از تو سیراب گردم. آبی روان ساز در بیابان قلبم،
نهرت را عیان ساز، از تو سیراب گردم همچون آهویی در بیابانم. من تشنه نهر توست، این قلب و جانم همچون ممنون سالیا جان. همطور که خوندی، بله واقعا میخواییم که از روح خداوند پر بشیم در بیابانهای زندگی، در طوفانهای زندگی. فقط و فقط قوت روح القدس هست که میتونه ما رو بلند بکنه. امروز آخرین برنامه این فصل دوم خانه پرستش هست عزیزان، و خیلی حس خاصی هست. نمیدونم که این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد فصل جدید، ولی دوست داریم این برنامه رو نه فقط در استودیو ما در لس آنجلس، بلکه در کشورهای مختلف هم اجرا بکنیم با پرستندگان مختلف، سرایندگان، نوازندگان مختلف، و مطمئنم این اتفاق، ایمان دارم که خواهد افتاد. ولی دوست دارم سرود و یا دعای پایانی این برنامه ما دعای ربانی باشه که عیسی مسیح به ما یاد داد.
پس قبل از این که این دعا رو با هم دیگه بکنیم، من فکر می‌کنم جا داره تشکر بکنم از تمام عزیزان که در طی این برنامه‌ها با ما بودین. واقعا خیلی وقت خاصی بود، به هم دیگه نزدیک شدیم، ولی از همه مهمتر به خداوند نزدیک شدیم. امیدوارم شما عزیزان هم برکت گرفته باشین. منابع پرستشی در سایت خانه پرستش.com و همچنین شبکه مجازی گرانبها وجود داره، حتما از اونها دیدن فرمایین و استفاده بکنین. پس در این قسمت آخر با دعای ربانی تموم خواهیم کرد و همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. با هم دیگه بخونیم دعای ربانی رو. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض های ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. دست خود بگذار بر خاکی
جلال سمایی بحر کلیسا تو را خواهم.